ماتیو روژانسکی نایب رئیس برنامه روسیه در موقف ملی کارنگی برای صلح بین الملل مهمان برنامه هستند. با ایشان درباره اجلاس گروه 8 و فصل جدیدی در روابط آمریکا و روسیه گفتگو می‌کنیم. آقای روژانسکی درود به شما، خوش آمدید. Glad to be here. اجازه بدید رئیس جمهور آمریکا آقای مدودیو همچنین هر دو وارد کانادا شدن برای اجلاس گروه 8. فکر میکنید که با توجه به اینکه استفن هارپر نخست وزیر کانادا پیشتر گفته بود ایران یکی از مسائل مهم محوری در اجلاس گروه 8 باشه، فکر میکنید همکاری آمریکا و روسیه در پیشبرد سیاست گروه 8 در قبال ایران تا چه حد موثر باشه؟ آمریکا و روسیه رهبرانشون طی چند روز گذشته در این رابطه صحبت کردن. آقای مدودیف به شوخی گفته بود دیروز که وی و آقای اوباما با هم به کانادا میرن و به گونه نشانگر این بود که در واقع با هم حرکت میکنن. البته کشورهای دیگری رو هم باید در این کمپ قرار بدن و بتونن که تا در تحریم هایی که در شورای امنیت تصویب شده به طور قوی قابل اعمال باشه که فقط جنبه لفظی نداشته باشه اون تحریم. چالش مهم الان مسئله اجرای این تحریم هاست، implementation. فکر میکنیم تا چه حد موفق خواهند شد که کشورهای دیگر مجاب بکنن به اجرای این تحریم ها؟ معتقدم که روسیه به گونه‌ای درستی عمل کرده تا نه تنها در زمینه ظاهر تحریم‌ها و آنچه که لفظی بوده عمل کنه، بلکه در رابطه با روحیه قطعنامه جدید هم به هر حال پایبند باشه به نظر شورای امنیت. همونطور که پیشتر هم تصویب شد، آنچه که تصویب شده در شورای امنیت به گونه عمل باید بکنه که به هر حال رهبران روسیه به طور مطلق نمیتونن تحریم ها رو مورد اعمال قرار بدن. پیشتر هم گفتن رهبران مسکو که باید دیپلماسی رو در رابطه با ایران ادامه بدن و این نکته ایست که رهبران مسکو کماکان تاکید کردن. علاوه بر تحریم ها، تاکید بر اهرم سیاسی در رابطه با برنامه اتمی ایران چیزی بوده که مهم بوده و در رابطه با آمریکا هم به اون تاکید خواهند کرد. همونطور که میدونید این هفتمین دیدار دو رهبر بود در کاخ سفید انجام گرفت. تلاش زیادی که کردن برای اینکه روسیه در واقع موضعش نزدیک بشه به آمریکا بر سر فشار بر ایران، حالا مسکو با توجه به روابطی که با ایران داره چطور میتونه از این ارتباط استفاده بکنه برای اینکه ایران رو پای میز مذاکره بکشونه؟ فکر میکنید چنین قابلیت رو روسیه بعد از این تحریم ها و بعد از این برخورد با ایران داره؟ من معتقدم که مشکلی که مسکو دارد آن است که نهایتاً مجبور بود که گزینه‌ای رو انتخاب کند میان ایران و ایالات متحده، که نهایتاً به هر حال گزینه واشنگتن رو انتخاب کرد. ولی باید توجه داشت که واشنگتن در رابطه با ایران با این تصمیم گرفته رابطهش محدود میشه و قدرتش کم میشه، اهرم‌های روسیه در ایران کاهش خواهد یافت و باید توجه داشت که اکنون رابطه مسکو و تهران یک رابطه هست که میشه گفت عدم اطمینان وجود داره. روسیه پیشتر هم گفته بود که ایران پنهانکاری کرده و این موضوعی بوده که شاید باعث شده که رهبران تهران و مسکو رو از هم جدا کنه و فاصله ایجاد کنه بین این کشور. فکر میکنید که مسکو در این بین تلاش خواهد کرد که این مبادله اورانیوم رو بتونن احیا بکنن با توجه به اینکه روسیه، فرانسه و آمریکا در این قضیه نقش محوری داشتن و در واقع به میانجیگری ترکیه و برزیل چندان اعتنایی نشه، در واقع روسیه دوباره بتونه نقش محوری در این میان بازی بکنه؟ معتقدم که این زمینه راه بسیار کارایی خواهد بود. روسیه از همکاری‌های اتمی حمایت کرده، از طرفی برای همکاری با غرب برای رسیدن به برنامه صلح‌آمیز اتمی تلاش کرده، از همین رو می‌تواند با ایران هم رابطه برقرار کنه برای برنامه صلح‌آمیز اتمی. تهران هم
ابراز تمایل و آمادگی کرد آنچه که در ماه اکتبر ابتدا توافق شده بود. البته در از طرف دیگه توافق سه جانبه تهران، برزیل و ترکیه هم هست که یک مقدار با آنچه که روسیه پیشنهاد داده البته مانع الجمع هست. این نکته ای است که چالشی هست که پیش رو خواهد بود، اینکه آیا اون پیشنهاد اولی که در اکتبر طرح شد رو ایران خواهد رفت و یا پیشنهاد سه جانبه که روسیه سعی خواهد کرد به پیشنهاد اول بازگرده. فرصت خیلی کوتاهی داریم. صحبت شد دیروز، دو رهبر گفتن که توافق کردن که همکاری‌های اطلاعاتی بین دو کشور گسترش پیدا بکنه. تا چه حد شما خوشبینید که روسیه و آمریکا بر سر دفاع موشکی در قبال ایران همکاری بکنن؟ یکی از مسائل بسیار مهم هست در رابطه آمریکا و روسیه. ایالات متحده متوجه شده است که در آسیای میانه و قفقاز مسئله افراط‌گرایی اسلامی بسیار اسلامگرایان و فعالیت‌های اون رو بسیار مهم هست و این چالشی است برای روسیه. مسکو هم نگران هست که تهران در این زمینه از افراط‌گرایان در آسیای میانه حمایت کنه. این نکته است که ایالات متحده باید متوجه باشه و در واقع از حمایت‌های تهران در از حمایت‌های تهران از افراط‌گرایان در آسیای میانه جلوگیری کنه. تشکر می‌کنم. سپاسگزارم ماتیو روجانسکی از کارنگی و تشکر از هومن سیسان و آقای هومن بختیار برای برگردانی گفتگو.